پیام عاجل فرمانده حسیه وقای مرکز به جمیل قادری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با سلام خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای چنل کابلویز. تقاضا می نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و چنل ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما آگاه شوید. رستم روشنگر در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: حرف های اون بچه بلجیم نشین و یوتیوب چلان طالبان را در تلویزیون دیدم. او که قادر به سرهم کردن سه جمله نامتناقض پای هم نیست و مقاومتگران زیاد تاخت و تاز کرد. هرچند حرف های او قابل اعتنا نیست، اما من به یک حرف که او درباره فرمانده حسیب قای مرکز زد واکنش نشان می دهم و این واکنش بیشتر به حرمت فرمانده حسیب است. او گفت که به خاطر مخالف مقاومت و طرفداران تروریست شدند که گویا فرمانده حسیب قای مرکز در جبهه صاحب جایگاه و مقام است و مارشال خطاب می شود. به این بچه و امثال او باید گفت که حسیب قای مرکز بلا تردید یکی از افتخارات مبارزه بر حق مردم و علیه تروریسم و فاشیسم است. من یک ماسترم و یکی از آرزوهایم این است که بتوانم فرمانده حسیب قای مرکز را ملاقات کنم. برای من ملاقات با فرمانده حسیب قای مرکز افتخارآمیزتر از ملاقات با بزرگترین و محبوبترین رهبران و چهره های سیاسی، فرهنگی و ادبی و غیر جهانی است. من و صدها و هزارها انسان دیگر که شعله های آتش مبارزه علیه تروریسم و فاشیسم در قلب مهندک نور افگنده، همه برای حسیب و امثال حسیب و همرزمان او قلم میزنیم و آنان با حضور در معرکه های نبرد خونین به ما قوت قلب میدهند. اگر خدا نخواسته حسیب را از دست بدهیم، خاک مزارش را سرمه چشم ما میکنیم. همه دشمنان مقاومت بدانند که ما از مرحله عبور کرده ایم که شما قهرمان ما را جنگ سالار بدانید و ما برایتان کف بزنیم. حالا همه چیز فرق کرده است. ما دیدیم که مدنی‌ترین های شما در کنار بزرگترین تروریستان بین‌المللی عکس یادگاری گرفتند. حسیب ما که کاکا و مغرور و سربلند و باعزت است و شهامت به بلندی پامیر و هندوکش دارد، خدای عالمیان این فرزند برومند پازدار عزت هندوکش را عمر دراز نصیب فرماید. حسیب رستم زمان ما است و ما فردوسی او. رستم روشنگر. با تشکر از اینکه تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابلویز را سابسکرایب و زنگ آگاهی را افشار بدهید. منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما ایزان هستیم. تا درودی دیگر، بدرود.